آن که در ضمیرم داری تو جای خود را، وی آن که از نفیرم آری ندای خود را. خواهم ز ذات پاکت که از روزن نگاه گاهی نظر نمایی نغمه سرای خود را. با عرض ادب و احترام و درود به خدمت شما فرزانگان و با سپاس فراوان از خانم رابعه و همه دست هم در کاران انجمنهای ادبی، علمی، هنری، سیاسی، عبادی دنیا، لازم میدونم خودم معرفی کنم برای کسانی که نمیشناسن. خاک در درگاه خردمند خبیرم، پدرام و پویای هر و پیروه پیرم، خلاصه پدرام شاعرم که هماوای با هزار در گلشن دیار بود نقم خانیم. اما مورد شعری که انتخاب کردن امشب برای شما عزیزان، با توجه به دیدن جناب استاد وحدت که جهان شمول هستند، بله، شعر وحدت جهانی رو تقدیم می‌دارم. در جهت وحدت خلق جهان می کنم اظهار نظر شایگان، تا که نیوشای سروشم شوند شاهد بازار و شه و مقتدان. صحه به فتوای سرم گرنهن عرض نمایم سه پیام گران. اول از آنه که نکو بنگرم حال و هوای همه همگران، دوم از احساس درون سردهن نغمه خوش وفق مراد کسان، سوم از احسان به حسان ارمغان سر به سپارند و سویدای جان. تا که جهان بی خطر از شور و شر ره سپرد ساده به سیر زمان، داد سخن پدرم از آن میدهد تا که جهان جمله شود گلستان. اما چون صاحب این انجمن خانم رابعه حسن، لازم میدونم به احترام تمام زنان خوب جهان شعر زن رو هم تقدیم بدارم. زن کیست؟ زن زند جرفین سری تا سرا بود، زن مظهر متحر عرض و سما بود، زن برترین خلقت خاص خدا بود، زن گوهر زلال زمیر سرا بود، زن مرمقام عاطفه است و امید دل، زن زیب و زیور شه و گنج گدا بود. زن زاد مرد را که کند عرضه وجود، زن زامن سعادت اهل صفا بود، زن از گمان من بود این چنین یقین، زن راد و پاد و پدرم و پر محتوا بود. ما هرچی داریم از خانه ما داریم که